تصویری از پریسا و ریرا اسماعیلیون، همسر و دختر حامد اسماعیلیون، از جان باختگان شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی 752 در ژانویه 2020. او اما بعدها از اینکه برای کتابهای خود درخواست مجوز کرده و به سانسور تن داده انتقاد کرده است و به نویسندگان نیز گفته که دنیای آزاد را امتحان کنید. او همچنین با انتقاد از رفتار گذشتش نوشت که دیگر نویسنده نجیبی نیست و از اتفاق در این باره بسیار نانجیب است. او با اشاره به متنی که در توصیفش نوشته شده بود، حامد اسماعیلیون نویسنده نجیب افزود، اینکه به سانسور و توقیف آثارم به 6 سال ممنوع الفعالیت بودن، به بازجوییم در ایران و به پیغام‌های تاق و جفت هم اعتراض کردم و هم تا حدودی تن دادم، آیا از نجابت است؟ یا از این که کمتر کسی مرا همراهی می کند؟ یا از این که زن و فرزندی فوق‌العاده در کنارم بود و این سوی دنیا حماقت‌های وزارت سانسور برایم اهمیتی نداشت؟ او اضافه کرد شکی نیست بوسیدن هر روزه دخترم، در آغوش گرفتن همسرم، شغل خوب، رفقای خوب، همه رنج‌ها را آسان می‌کرد و کار را از پیگیری امری فردی خارج کرده بود. می‌گفتم بگذار عمله سانسور و ممنوعیت در این حماقت بمیرند. آیا شما نام نجابت بر این رفتار می‌گذارید؟ نتیجه روشن است. بله دوستان، من به طور واضح و روشنی نویسنده نانجیبی هستم و در اینجا جان شیرین زن و فرزندم از دست رفته است و با بلایی که بر سر همسر و فرزندم آوردن فرصت را مغتنم می شمرم و در همین صفحه پیشاپیش از خیلی از کلمات تر و تمیز، از نجابت، از خوشرویی، از ادب، از نزاکت و از لطافت اعلام براءت می کنم. آغاز تلاش برای دادخواهی و کشف حقیقت. شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی زندگی اسماعیلیون و تعداد دیگری از خانواده جانباختگان را زیر و رو کرد. او پس از شنیدن این خبر راهی ایران شد و در فرودگاه فرانکفورت با بی بی سی فارسی مصاحبه کرد و گفت که در راه تهران است. او با اشاره به شایعات درباره شلیک به هواپیمای اوکراینی ابراز امیدواری کرد که دلیل این حادثه نقص فنی بوده باشد و افسود که این به من آرامش می‌دهد. اسماعیلیون همچنین ابراز امیدواری کرد که مقامات جمهوری اسلامی نهایت همکاری را برای کشف علت واقعی حادثه داشته باشند و درباره جعبه سیاه بر اساس استانداردهای بین‌المللی رفتار شود. اسماعیلیون گفت که کشف حقیقت تنها چیزی است که به خانواده قربانیان آرامش می‌دهد. حامد اسماعیلیون پس از گذشت 7 روز از فاجعه شلیک به هواپیما در یک پست فیسبوکی نوشت: امروز روز 7 است. وقت آن است که این صفحه را ترک کنید. بعد از 7 دیگر کسی حوصله زاری ندارد. همه می‌روند و زندگی در جریان است، اما در این صفحه مردی تا ابد خون گریه خواهد کرد. تصویری از جان باختگان شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی 752 در ژانویه 2020. او پس از مدتی چهره اصلی خانواده جان باختگان شد. خودش گفته است که اعضای خانواده جان باختگان اوکراینی پس از برگزاری چند جلسه به این نتیجه رسیدند که باید انجمنی ثبت و اقدامات خود را در قالب آن پیگیری کند. آقای اسماعیلیون بر سازماندهی و مستندسازی تاکید بسیار دارد و تاکید می کند که هر هفته جلسات و نشست‌های کمیته‌های مختلف انجمن برگزار می شود. او گفته است که تمرکز روی هواپیمای اوکراینی است، اما در سخنان خود به دیگر اقدامات جمهوری اسلامی در قتل مخالفان اشاره می کند. او از جمله از سینما رکس به عنوان ماجرایی شبیه به هواپیمای اوکراینی نام برده است که خانواده قربانیان را بازداشت می کنند و به قوه قضاییه ایران می سپرند. اما آمران اصلی که در قم و اصفهان زندگی می کردند لاپوشانی می کنند و به اعدام افرادی که بیگناه بودند دست می زنند. او گفته است بعد 88 فکر می کردم که دیگر وحشتناکتر از این اقدام نمی توانند بکنند، اما پس از هواپیما و آبان فهمیدم که به هر جنایتی توانا هستند.